مشروع خبرها. لویه جرگه مشورتی صلح امروز به کارش پایان داد. در قطعنامه پایانی این لویه جرگه آمده آتش بس ایجاد 400 زندانی طالب با ضمانت جهانی آزاد، مذاکرات بین الافغانی آغاز و دستاوردهای چندین ساله و قانون اساسی حفظ گردد. در این قطعنامه همچنین آمده جامعه جهانی باید در مذاکرات صلح نظارت داشته و اجازه ندهد کشورهای بیرونی یک بار دیگر تروریسم را در افغانستان تقویت کنند. این جرگه با حضور 3400 نفر از سراسر کشور تشکیل و 3 روز به کارشان ادامه دادند. برای بررسی بیشتر این خبر مکنون آقای سیف الدین سیحون استاد دانشگاه از طریق خط اسکایپ با خود داریم. با سلام حضور شما آقای سیحون. آقای سیحون، جرگه مشورتی صلح به کارش پایان داد. شما برگزاری این جرگه را چگونه ارزیابی میکنید؟ خب اولا در یک بحث است که وسیله هدف توجیه میکنه، به این معنی که ما با ابزارها و وسایل شریف باید به اهداف عالی دستیابی دست پیدا کنیم. بله. و باور من تدبیر لویه جرگه یا جرگه ها برای مسائل بسیار مهم حیات سیاسی میبایست بر مبنای همون تعریف خود جرگه که در قانون اساسی ذکر شده است، با وجودی که او هم با چالش مواجه است، به این معنی که خود انتخاب افراد برای یک امر بسیار مهم در یک کشوری که عوامگرایی حاکم باشه و سیاستمداران عوامگرای سنتی مسلط باشند، طبیعی است که از اون انتخابات هم نتایج ملموس بر نمی آید. اما علی‌رغم همه نواقص ساختاری، باید اگر بحث صورت بگیره، باید لویه جرگه قانون اساسی که نماینده منتخب مردم، نماینده شورای ولایتی، ولسوالی، پارلمان افغانستان، مجلسین و اعضای کابینت در شرکت میکنند و مسائل مهم ملی مورد بحث قرار میگیرند. اینا جرگای نامش هم جرگای مشورتی است. اگر بله. قرار باشه که مشورت صورت بگیره، چرا با این قدر به اصطلاح جار و جنجال و با این صرف هزینه ها و بالاخره جمع کردن افراد و اشخاص بسیار زیاد برای یک امر بسیار تخصصی و پیچیده؟ در امر تخصصی و پیچیده دستگاه اجرایی میتونست که از طریق خبرگان، آگاهان، متخصصین این مسائل به مشوره بگیره و ابعاد حقوقی و قانونی این بحث به اصطلاح پیش بکشه. ولی در حال حاضر عوامگرایی یک بحثی هست در سیاست افغانستان که عوامگرایی سنتی و عوامگرایی در مثال به شکل وارداتی و مدرنش هم در حقیقت یک دولتی وابسته به کشورهای بیرونی در تحت تاثیر سیاست‌های اونا و برای رهایی 400 نفر زندانی طالبان و اولتیماتومی که دستگاه های بیرونی و ایالات متحده آمریکا بر اینا اعمال کردن و وارد کردن، این لویه جرگه را به عنوان یک مصلحت ایجاد کردن که گویا فرافیگنی بکنن که گویا مردم افغانستان در تصامیم ملی این فیصله کردن. حالا که گفتم دکتا و سیاست اما وجه المعامله بودن این لویه جرگه به خاطر اهداف و آرمان هایست که در معامله انتخابات خود در فرایند انتخابات بالاخره برای آقای ترامپ زمینه های تبلیغاتی مساعد کردن که افغانستان از یک بحران فراگیر که عبارت از درگیری و جنگ بود بالاخره برای صلح دست یافت و طالبان و دولت افغانستان در همکاری با ایالات متحده آمریکا به صلح دست یافتند. جناب استاد، یا خروج نیروهای خارجی در نتیجه مذاکرات میسر شد. به باور من اینها همش مسائل بسیار ابزاری و محدود هستند برای یک هدف بسیار مقطعی. بله آقای سیحون، اگر خیلی کوتاه فشرده لطف کنین. بله آقای سیحون، اگر خیلی کوتاه فشرده لطف کنین، با توجه به مخالفت ها که برخی مخالفت ها کماکان همچنان ادامه داره و برخی ها که مخالفت کردن از جمله شورای ملی دوباره مجاب شدن برای اشتراک در این مجلس، با این همه بالاخره این جرگه برگزار شد و حالا در قطعنامه این جرگه آمده که زندانیان باید آزاد شوند، آتش بس باید برقرار و یا ایجاد شود و همزمان مذاکرات بین الافغانی بدون تاخیر برگزار شود. فکر میکنید که چنین خواهد شد؟ اینا آرزو هستند، آمال هستند که مردم افغانستان بالاخره انتظار دارند که اتفاق بیفته. اما جانب مقابل
باید تمکین نکنم. من لحظه میتونم با قاطعیت بگم که نخیر، قطعا تمکین در این راستا انجام نخواهند داد. 400 نفر زندانی رها میشن به قید شرط. بله. همچنین هم رقمی که 4600 زندانی دیگه هم که آزاد شدن، نه خشونت ها کاهش یافت، نه جنگ و درگیری به طور مثال حداقل به مقاطع کوتاه پایین رفت، ادامه پیدا کرد. و از طرف دیگه هم رقمی که در مباحث قبلی هم عرض کردیم خدمت شما که بله، طالبا ادعا میکنن که در این نبرد آمریکا و ناتو را شکست دادن، و باور من این است که در شرایط کنونی این اعلام و این خبر زمینه را برای همین که تمام حراس افغانانی که در سطح منطقه و جهان هستند در این کشور سرازیر شوند و بار دیگر پرچم پیروزی را برافرازند و گویا ادعا کنند که ما در یک نبرد دیگه هم ابرقدرت آمریکا را شکست دادیم و اینا تداوم درگیری و جنگ در افغانستان به باور من نهادی نمیکنند. بله. و دستگاه سیاسی افغانستان هم متاسفانه با همو انفعال اخلاقی سیاسی که مواجه است در برابر اینا از بازدارندگی امنیتی، از بازدارندگی سیاسی، از بازدارندگی نظامی کار نمیگیره و افغانستان رها کرده در دست حراس افغانان و گروه های تروریستی که انواع و اقسام در افغانستان میدان و عرصه خود برای ادامه درگیری و جنگ میبینن و او را نهادی آقای سیحون خیلی کوتاه اگر لطف کنین با شعارهای مقطعی میسر نمیشه. بله خیلی کوتاه اگر لطف کن آقای سیحون، یکی از خواستها این است که جرگه البته خواسته که ضمانت جامعه جهانی بر نظارت از روند صلح را خواهان شدند. فکر میکنید اگر والای این مسئله پافشاری شود چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی ایجاد صلح در افغانستان، مخصوصا با یک راهکاری که حداقل خواستهای مردم افغانستان مد نظر قرار گرفته شود؟ خب امریکا در حدود 150,000 نیروش در افغانستان عملا جنگ میکردن، نتیجه ملموس نگرفتن. ضمانت خارجی یعنی چی؟ کدام ضمانت؟ ضمانت به طور مثال اینا طالبان میگن که یک گروه اشغالگر افغانستان آمده اشغال کرده و ما در برابر اشغال پیروز شدیم. ضمانت به اصطلاح اشغالگر نمیپذیرن و نه هم در این مکس و تمکین میکنن. با باور ما قضای افغانستان بسیار پیچیده تر از اون چیزی است که در یک مقطعی بسیار خاص و با یک اراده بسیار سطحی و نگرش بسیار غیر واقع بینانه و انفعالی و به اصطلاح بگیم که صلح در افغانستان میسر میشه. صلح در افغانستان متاسفانه طالبان و سیاست های جنگی اینها و گروه های تندروی دیگه که در افغانستان عرصه را برایشان میبینند، اینها وارد عرصه شدن و امروز هم ما همون رقمی که در رهایی 4600 زندانی حداقل خشونت ها کاهش نیافت، در شرایط کنونی هم ما شاهدی خیلی ممنون یک صلح موقتی و حتی استراتژیک و دائمی در افغانستان نخواهیم بود، به دلیل همون پس منظر رویدادها و حوادث و دیدگاه ایدئولوژیکی که طالبان و گروه های حامی از یه برای افغانستان و نقشه که دارند. سپاسگزارم. یک آرمان برای افغانستان خواهد بود. آقای سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه از اشتراک دادن در این بحث ممنونم.